وزارت دادگستری آمریکا روز سیوم دیماه 99 برابر با 19 ژانویه 2021 اعلام کرد کاوه لطف افراسیابی در ایالت ماساچوست بازداشت شده. علت این بازداشت استخدام مخفیانه نامبرده توسط ارگانهای رژیم آخوندی بوده و به همین دلیل در دادگاه بروکلین علیه اون اعلام جرم شده. گزارشی ببینیم در همین رابطه. Barbara, no doubt in the West that Soleimani um, was not exactly an angel. This is a bad person. He he's responsible for the deaths of thousands of people. Americans. you you're supposed to be neutral, uh, Babe, it's Barbara's person, turn. We will and come you, back you belittle to you. you belittle a national hero like that i'm going to walk out of your goddamn program excuse it's me it's offensive to the iranians <laughs> that you belittle a national hero this like is, this this is something that is that. widely believed in the west شما اجازه, میدید. شما اجازه میدین شما اجازه که ایشون هر گونه هر مزخرفاتی میخواد نسبت به ایران روا بکنه ایشون نظر شخصی خودشون رو مطرح میکنن به شما به شما میکنی. وقت داده میشه شما نظر شخصی خودتون رو عنوان بکنید اگر دوست ندارید scientist and author from watertown is accused of secretly working for the iranian government while here in massachusetts the fbi says kava afrasiabi was paid to lobby u.s officials including a congressman to advance ideas that benefited iran وزارت دادگستری آمریکا در وبسایت رسمی خود در تاریخ سیوم دیماه سال 1399 نوشت یک شکایت کیفری در دادگاه فدرال بروکلین برای رسیدگی به پرونده کاوه لطفالله افراسیابی معروف به لطف کاوه افراسیابی در رابطه با توته برای اقدام به عنوان نماینده ثبت نشده دولت جمهوری اسلامی ایران در نقض قانون ثبت نمایندگان خارجی FARA باز شد. افراسیابی در منظر خود در واترتان ماساچوست دستگیر شد. متهم در حالی که مخفیانه توسط نمایندگی رژیم ایران در سازمان ملل استخدام شده بود نزد مقامات آمریکایی لابیگری کرده و در زمینه پیشبرد دیدگاه های رژیم ایران کتاب ها و مقالات مختلفی را منتشر کرده است جان سی دمرز دستیار دادستان کل امنیت ملی آمریکا گفت برای بیش از یک دهه کاوه افراسیابی خود را به عنوان یک کارشناس علمی و بیطرف در رابطه با ایران به کنگره روزنامهنگاران و مردم آمریکا ارائه کرده است در این حال در تمامی این مدت افراسیابی در واقع یک کارمند مخفی رژیم ایران و نمایندگی دامی رژیم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل IMUN بوده و برای تبلیغات به نفع آنها حقوق می گرفته است. و افراسیابی از سال 2007 تقریبا 265 هزار دلار چک از حسابهای بانکی رسمی نمایندگی دائمی رژیم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل پرداخت شده است. رژیم آخوندی بلافاصله به حمایت از کاوه افراسیابی پرداخت و میر یوسفی سخنگوی نمایندگی رژیم در سازمان ملل متحد گفت افراسیابی به عنوان مأمور نمایندگی فعالیت نداشته است و تنها به عنوان استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین الملل کار میکرده است افراسیابی در مورد مسائل بین المللی مشورت را به نمایندگی رژیم ایران ارائه داده است کاوه افراسیابی کیه <سؤال> 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 یک استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین یا کارمند مخفی رژیم رژیم اون رو استاد دانشگاه معرفی میکنه و وزارت دادگستری آمریکا از این فرد به عنوان کارمند مخفی رژیم نام برده اجازه بدید از خلال موازه این فرد اون رو بیشتر بشناسیم. کاوی <سؤال> افراسیابی طی مطلبی در روزنامه حکومتی کیهان می نویسد هر گروه یا حزب سیاسی علا رغم طرح شعارهای انقلابی به مزدوری بیگانگان می پردازد. نکته ای که امروزه در مورد مجاهدین و سازمانهای مشابه آن صدق می کند. به کلام دیگر، آزادی احزاب نباید به مسابه آزادی جاسوسی بازگذاشتن دستهای بیگانگان برای دخالت در امور داخل ایران از طریق حامیان خانگیشان بحرانزایی از سوی این یا آن حزب و غیره تلقی شود. وی در خطاب سردبیر نیویورک تایمز در تاریخ 4 فروردین 1369 نوشته است گزارش اخیر سازمان ملل در مورد حقوق بشر در این گزارش هیچ اشاره‌ای به تداوم جنایات مجاهدین خلق گروه اپوزیسیون چپگرا که بخشان مسئول دور تسلسل خشونت در ایران بوده و مشروعیت خود را در ایران به خاطر تبدیل به یک بازوی ماشین نظامی از دست دادند نمی‌کند. وی در مقاله دیگری در نیویورک تایمز تروریسم فاشیسم مذهبی آخوندها علیه مجاهدین در خارج کشور را توجیه کرده و آن را مشروع نشان میدهد او در این مقاله با عنوان آمریکا راه اشتباهی در قبال ایران پیش میگیرد مینویسد کابینه کلینتون بر این باور است که باید با ایران به همان سختی که با اراق رفتار می کند رفتار کند اما آیا این سیاست عاقلانهتر از سیاست قبلی بوش است مطمئنا نه سیاست قبلی باعث ضربه زدن به مدراسیون در جمهوری اسلامی شد. افراسیابی در ادامه مقاله خود در نیویورک تایمز در حمایت از سیاست رژیم می حمایت ایران از تروریسم تدریجا به یک ذره کاهش یافته است که تماما بر علیه اپوزیسیون مسلح خودش در خارج هدفگیری می شود. وی در مطلب دیگری می نویسد, مجاهدین در دادگاه تاریخ به خاطر نادیده گرفتن اولویت های امنیت ملی نظام تبرعه نخواهند شد. همینطور که از گزارش برمیاد این فرد دشمنی از جنس دشمنی آخوندها با مجاهدین داره. اما اجازه بدید ببینیم که افراسیابی در رابطه با باندهای خود نظام چه نظراتی داره. کابه افراسیابی بر حسب اینکه کدام باند نظام غالب هست موازش عوض میشه و در هر دوره مجیز باندی رو میگه ببینید در دوره خاتمی که با جست میان روی و شعار گفتگوی تمدنها سر سرکار اومد و آب از دهان مماشاچی ها را افتاد افراسیابی تبدیل میشه به مبلغ خاتمی و میگه که اون رفورمیسته و انگار نه انگار که در زمان همین خاتمی ریام دانشجویان در سال 78 به خاک و خون کشیده شده قتل های در زمان همین خاتمی اتفاق افتاده و در مصاحبه با رادیو آمریکا مجیز اصلاحات قلابی خاتمی رو میگه و در نقطه مقابل مدعی میشه که اپوزیسیون دچار سرشکستگی شده ببینین افراسیابی تو هیچ دوره ای برای رژیم کم نگذاشته به عنوان مثال درست تو اون زمانی که نیروهای نیابتی رژیم به فرماندهی قاسم سلیمانی توی عراق کشتار میکردن یادمونه درست تو همون موقع که روزانه صدها جسد تو خیابونا پیدا میشد که بعضا سر نداشتن بعضا سرشون رو با دریل سوراخ کرده بودن درست تو همون موقع در 17 خرداد سال 86 توی آسیا تایمز می نویسه که دولت آمریکا با ممنوع نکردن مجاهدین داره رابطه خودش با رژیم رو زهراگین میکنه یا اینکه در همون زمان در همون مقاله میاد بعد از اینکه یا سلاحایی رو از نیروهای نیابتی نو... رژیم سلاحای ایرانی رو گرفته بودن و نشون میدادن میگه که و این رو برمیگردون رو مجاهدین میگه که اپوزیسیون یعنی مجاهدین انبوی سلاح قبل از سرنگونی رژیم عراق از رژیم ایران قنیمت گرفتن و این سلاح هایی که پیدا شده میتونه اون سلاح ها باشه و به این ترتیب میخواد رژیم رو در ببره و مجاهدین رو مسئول این کار بدونه در حالی که آمریکایی‌ها میخواستن نشون بدن که رژیم شریک جرمه با برخی از موازی افراسیابی آشنا شدیم اجازه بدید موازی اون در رابطه با قیام 88 و شهادت ندا آقا سلطان رو هم بشنویم شبکه پی بی یکی از بزرگترین شبکه های رادیو تلویزیونی در آمریکا پس از قیام سال 88 مستند مرگ در تهران را تولید کرد این مستند در مورد نحوه مرگ ندا آقا سلطان و تبدیل شدن وی به نماد آن قیام است This is the street in central Tehran where Neda Agha Sultan was shot this summer. The blood that gushed out of her mouth and chest. Is there an investigation? What have you learned? What happened to Neda? Now let's see what what happened. <laughs> در حالی که قتل ندا آقا سلطان در جریان آشوب های اخیر بعد از انتخابات ایران ممکن است کار یکی از گروه های مسلح مخالف و یا حتی معموران دولت های خارجی باشد که قصد داشتند از این قتل برای اهداف خود استفاده کنند سرزنش مستقیم دولت ایران به خاطر این مسئله تنها یک پیش داوری و نادرست است یکی از زمین که میشه دوز رژیمی بودن معموران رژیم رو فهمید و سنجید موازهشون در رابطه با خروج مجاهدین از لیست گروه های تروریستیه افراسیابی در این رابطه در سایت آسیا تایمز سنگ روابط رژیم با آمریکا رو به سینه میزنه و می نویسه خروج مجاهدین از لیست تأثیرات نامناسبی در کشت بحث های بین دو طرف خواهد داشت یعنی بین رژیم و آمریکا حالا و بعد از این سالیان برای همه دنیا مشخصه که رژیم دنبال بمب اتمیه سیاستی که دو دهه پیش مقاومت ایران اون رو افشا کرد و بساط بمبسازی رژیم رو به هم زد این یکی از بزرگترین خدماتی بود که مقاومت ایران به مردم و جامعه جهانی ارائه داد اما اجازه بدید ببینیم که افراسیابی در این رابطه چی میگه افراسیابی در هشت مرداد سال 90 در یک مقاله تو آسیا تایمز میگه که افشاگری های مقاومت ایران در رابطه با اتمی رژیم در واقع مانع پایان یافتن نزاع اتمی بین رژیم و غرب ظاهر قضیه اینه که میخواد این نزاع پایان پیدا کنه اما وارد عمقش که میشیم داستان این نیست داستان اینه که یک مصالحه شکل بگیره مجاهدین افشاگری نکنن و رژیم کارشو ادامه بده به کار اتمی خودش ادامه بده به بمبسازی خودش ادامه بده و این همون نقشیه که افراسیابی و همپالگیاش و همسال اون بازی میکنن آیا افراسیابی از جمله افرادی که با موج قلابی اصلاحات که آخوند خاتمی به راه انداخت همراه شد یا همراهی اون با رژیم ریشه دارتر از این حرف است؟ در این رابطه خوبه ببینیم که با اومدن احمدی نژاد چه موازعی گرفت. با تکه زدن پاسدار احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری نظام لطف الله افراسیابی به سرعت رنگ عوض کرد و در آسیا تایمز نوشت احمدی نژاد توانست قلب‌های فقرا و محرومان را به دست آورد به رغم اینکه رسانه‌های غربی شخصیت وی را به شدت تخریب کردند او به عنوان یک سیاستمدار شجاع و جسور جهان سوم مطرح شد وی همچنین به بلندگوی گماشته هزار تیر خامنه‌ای تبدیل شد و در مطلب دیگری نوشت در مورد تصمیم هفته گذشته ایالات متحده مبنی بر خارج ساختن سازمان مجاهدین خلق از لیست تروریستی احمدی نژاد تاکید کرد که این اقدام اشتباهی است که نشان دهنده معیار دوگانه در مورد تروریسم است افراسیابی در نامه به سردبیر نیویورک تایمز نیز می‌نویسد در ایران امروز سانسور کتاب خیلی کم است به غیر از فقدان مطالبی که شبیه نوشتجات مجاهدین خلق است تقریبا همه نوع کتب سیاسی را میتوان در کتاب فروشی های تهران یافت برای مدت بیش از اندازه طولانی وسایل ارتباط جمعی آمریکا به طور غیر بلندگوی نظرات مجاهدین خلق بوده و چهره یک جانبه از ملاها به عنوان حاکمان وحشی یک حکومت ترور شرقی معرفی نمودند وقت آن رسیده است که این دیدگاه را تصحیح کرده و زوایای پنهان تحولات در مورد حقوق بشر در ایران را آشکار کنیم افراسیابی طی مطلبی در کیهان بینالمللی رژیم به کار کنی برای ایجاد رابطه بین آمریکا و رژیم میپردازد و مینویسد اصلاح طلبی جزء لاینفک اندیشه امام بود شروع مذاکرات سیاسی با آمریکا و نهایتا احیای ارتباطات دیپلماتیک بین دو کشور به نفع مصالح ملی اسلامی رژیم ایران است دولت آمریکا که تغییر کرد و اوباما شد رئیس جمهور های رژیم از جمله افراسیابی تلاش میکردن که با تبلیغ قدرت پوشالی رژیم در منطقه به کاخ سفید بگن که با رژیم و تروریسم و توسعه طلبی و جنگ افروزی های منطقه رژیم کنار بیاین بهش باج بدین تا آروم بگیره حتی میگفتن که آخوندا در رابطه با عراق حق دارن که به دلیل حزب بس نگران باشن و در اونجا مداخله کنند مثلا ببینین افراسیابی تو آسیا تایمز چی نوشته میگه رژیم به عنوان یکی از قوی ترین عناصر میانه مهره قدرتمندیه که باید احترامش نگه داشت و بعد توصیه میکنه که سیاست خارجی زیرکانه برای آمریکا این هستش که روابطش رو با رژیم به خاطر اون منافع نرمال کنه بعدم میگه لازمه این کار این هستش که کاخ سفید عنوان محور شر رو منتفی کنه در آخرم توجیه میکنه که به دلیل تهدید حزب بحث رژیم نمیتونه بی‌تفاوت باشه یعنی در باید در عراق مداخله کنه افراسیبی تو سال 87 به سناتور بایدن که به تازگی به معاونت رئیس جمهوری اوباما انتخاب شده بود و الان رئیس جمهور آمریکاست اعتراض میکرد میگفت که چرا به سپاه میگی تروریست و این ارگان کشتار و سرکوب رو تروریست میدونی یا مثلا تو همون مقاله در روزنامه اعتماد به غرب اعتراض میکرد و میگفت که صدور هفتاد درصد از اورانیوم غنی شده رژیم به خارج برای ممانعت از ساخت میله های اتمی و بالا بردن غنی سازی غیر منطقیه خب حرفش چی بود؟ در واقع به نوعی داره میگه چی؟ میگه که رژیم ادامه بده غنی سازی رو غنی سازی بالاتر انجام بده میله سوخت بسازه و نهایتا به بمب اتم برسه این کار کرده اناسوری مثل افراسیابی یا آدم های مثل اینه اگه بخوایم به مجموع فعالیت های افراسیابی اشاره کنیم میشه مصنوی هفتاد منکاغ است به واقع در هیچ زمینه ای نیست که افراسیابی به دفاع فعال از رژیم نپرداخته باشه از توجیه نقض حقوق بشر توسط رژیم تا لابیگری برای توجیه بمبسازی آخوندها و مشروعیت بخشیدن به نهادهای وابسته به نظام ولایت در خارج از کشور حالا سوال اینه که چرا رژیم به چنین مهرهایی نیاز داره و این مهره ها چه خطی رو پیش میبرند؟ رژیم مهره های به اصطلاح ایرانی و افراد خارجی رو استخدام میکنه و اونها رو در رسانه های غربی و مؤسسات فکری نفوذ میده تا بتونه خط خودش رو پیش ببره چه خطی؟ خط رژیم علیه مقاومت سازمان یافته مردم ایران این خط یک سقف داره و یک کف داره سیاست حد اکثری رژیم نابودی کامل فیزیکی مقاومت و مجاهدینه مثل بمباران اشرف حمله به اشرف موشکباران لیبرتی و یا حتی توطعه بمبگذاری در ویلپنت پاریس و یا جلسه نوروزی مجاهدین در آلبانی سیاست حد رژیم مهار مقاومت و مجاهدینه خب این خط و این راهبردا نیاز به یک سری پادوهای تبلیغی و سیاسی داره و نیاز به یک سری قلم به مز داره مثل این افراسیابی که کارشون از یه طرف شیطانسازی از مجاهدینه و از طرف دیگه سیاست های توسعه طلبانه رژیم رو توجیه میکنن و یا اینکه برای چوب قایدار تناب فراهم میکنن افرادی مثل افراسیابی میخوان این دروغ بزرگ رو به غرب القا کنن که مجاهدین بدتر از رژیم هستند طرفداری ندارند و آلترناتیو نیستند یعنی نتیجه میگیرن که این رژیم رو باید باش ساخت باش معامله کرد سازش کرد استمالت کرد و بهش تن داد خب با یکی از مهر های رژیم و شیوه کارش در پیشبرد راهبرد حفظ نظام آشنا شدیم و دیدیم که کار امسال افراسیابی مسموم کردن فضای مللیه اجازه بدید برنامهمون رو با این سوال به پایان ببریم که آیا در دوره کنونی که سیاست استمالت و مماشات سوخته و دوران باجگیری رژیم به سر اومده باز هم اینجور افراد میتونن خواسته های رژیم رو برآورده کنن یا با شیوه های پیچیده کارشون رو ادامه میدن تا برنامه دیگه خدا نگهدار